سلام، اینجا پلاتو و ما با کلی خبر جدید همراه شما هستیم. خبر امروز در مورد واکنش تند فریبرز عربنیا درباره عکس‌های منتشر شده از او در فضای مجازیه. اما قبلش اگر دوست دارید از جدیدترین اخبار هنرمندان و بازیگران ایرانی مطلع بشید، ما رو سابسکرایب کنید و اگر این زنگوله رو بزنید اولین نفری خواهید بود که از اخبار روز سلبریتی ها آگاه میشید. از شما هم که با لایک و کامنت تو ما رو حمایت میکنین بسیار سپاسگزاریم. ماجرای فیلم منتشر شده از فریبرز عربنیا که مثل همیشه با لحن تند و قیافه عبوسش به حاشیه‌های به وجود اومده واکنش نشون میده، برمیگرده به عکسی از اون که چند روز پیش در فضای مجازی دست به دست شد و برای عربنیا خیلی حاشیه ساز بود. فریبرز در این عکس با موی بلند ظاهر شده بود که با قیافه همیشگیش خیلی متفاوت بود و برای طرفداراش عجیب به نظر می‌رسید. فریبرز عربنیا سوپر استار 1 تا 2 دهه گذشته سینمای ایران، متولد 25 فروردین ماه 1343 است و 56 سال سن داره. او در حال حاضر در کانادا زندگی میکنه و دیگه چند سالی میشه که در عرصه بازیگری سینما حضور نداره. اما جدیداً ویدیویی از اون منتشر شده که خطاب به طرفداراش در مورد حاشیه عکس جنجالیش با لحنی خیلی تند توضیحاتی میده که این نوع صحبت کردن از او خیلی هم بعید به نظر نمیرسید. در ابتدای این ویدیو او به تعارفات معمولی و سلام علیک با مخاطباش میپردازه و اعلام میکنه که چند وقتیه که میخواسته ویدیویی برای ارتباط با طرفداراش منتشر کنه، ولی به علت تفاوت ساعت کانادا و ایران و چون فوریتی هم احساس نمیکرده این موضوع محقق نشده، اما الان لازم دونسته در مورد این حواشی توضیحاتی بده. فریبرز عربنیا از همون شروع مصاحبهش به این موضوع حمله میبره و اون عکس‌ها رو حرکتی ابلهانه میشناسه و این ویدیو رو فقط برای نگرانی طرفداراش منتشر میکنه که مبادا کسی فکر کنه این ماجرا واقعیه و فریبرز عربنیا بعد از مهاجرتش مو بلند کرده و از اون ظاهر همیشگیش دور شده. اما همین ماجرایی که راه افتاده دوباره توی این ماجرای کودکانه هم حتی نمیشه گفت، چون کودکان دنیای زیبایی دارن، ماجرای ابلهانه باعث شد که من به سبب نگرانی بعضی از هواداران این پیغام ها رو برای شما بگذارم. بعد چند تا نکته رو لازم میدونه که برای مخاطب ها شفاف سازی کنه و در اولین نکته به این موضوع اشاره میکنه که فریبرزی که همه ما میشناسیم اون کسی نیست که به حواشی خودش واکنش نشون بده و اصلا این موضوعات براش مهم نیست. اما اگر این ویدیو رو الان منتشر میکنه فقط برای نگرانی طرفداراشه و فقط میخواد برای اونها رفع ابهام کنه، وگرنه اون عکس‌ها و کلن حواشی اصلا برای عربنیا مهم نیست. نکته اول این که اونهایی که من رو میشناسن و شما دوستان و هواداران عزیز میدونید که من حتما به این مسئله وارد نخواهم شد. اما چیزی که باعث شده من با شما صحبت بکنم این نگرانی که شما دارید و برآشفته شدید و دوست دارید که پاسخی داده بشه و یا رفع ابهام بشه. بعد در ادامه توضیح میده که به این مسائل از زاویه دیگه‌ای باید نگاه کرد و به خودش میباله که طرفدارای آگاهی داره که اصلا به این موضوع کریه وارد نمیشن و به آشوب‌های پیش اومده هم اصلا توجهی نمیکنن و جواب نمیدن. میخوام بهتون بگم که به جای اینها من به نکته دیگه‌ای توجه میکنم و واقعا از ته دلم میگم، به خودم میبالم که من هوادارها و دوستانی دارم که به هیچ عنوان وارد این مسائل کریه نشدن و پاسخ اونهایی که حتی می اومدن توی صفحه سعی کردن آشوب ایجاد بکنن رو ندادن و من بدون اینکه بخوام تعارف کنم به خودم میبالم که دوستانی دارم با سطح شعور و آگاهیش. حالا حمله خودش رو شدیدتر میکنه و کسایی که این عکس‌ها رو منتشر کردن و اونهایی که به این حواشی توجه میکنن و به مگس و طرفدارای خودش رو به عقاب تشبیه میکنه و کلی از اونا تشکر میکنه که انقدر آگاهن و با وجود کمکاری و خونه نشینی فریبرز در چند سال گذشته هنوز طرفدارش هستن و اونو دنبال میکنن. توی این سطح شعور و آگاهی خیلی مشخصه که خب دور کثافت
مگس ها جمع میشن نه عقاب. معلومه که جذب این صحبت های کریه، دروغ ها، چیزی که هم عکسش دروغه، هم مطلبش دروغه، هم عنوانش دروغه، معلومه که کیا جذب و جلبش میشن و معلومه که کیا ازش دوری میکنن. خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم، به خودم میبالم، به شما درود میفرستم، به خودم میبالم که من با این سطح از فعالیت کم و دوری رو همچنان مشتاقانه و آگاهانه دنبال میکنید و درگیر حواشی و بازی‌های کثیف نمیشید. سطحتون بالاتر از این هست. درود بهتون. بعد در ادامه پرسشی برای مخاطبهاش طرح میکنه که احتمالاً اول خودش دوست داره جوابشو بده. او از مخاطبهای این ویدیو میپرسه: من که الان 6 سالی میشه دیگه فعالیتی ندارم، پس چرا برای من این حواشی رو درست کردن؟ و اگر من مثل قدیم هنوز سوپر استار بودم دیگه چه کاری میکردن؟ و بعد برای کسایی که این عکس‌ها و حواشی رو برای اون رقم زدن دعا میکنه که آگاهی پیدا کنن. جالبتر اینه که فریبرز احتمالاً انتظار داشته به خاطر دوریش از سینما دیگه فراموش شده باشه، ولی خوشحاله که این اتفاق نیفتاده و هنوز هم مثل همه سلبریتی ها میتونه حاشیه های خودشو داشته باشه. دو نکته هم در انتها به ذهنم میرسه که بگم. یک، با شما به عنوان یک پرسش مطرح میکنم که خوبه به فکر کنیم من اگه در حال فعالیت بودم و اصطلاح خار چشم اینها، اون وقت چه میکردند؟ یعنی آدمی 6 سال دور از صحنه و هیچ صحبتی هیچ جایی نداره و این همه براش مهمه. خب خودم امیدوارم بهشون از ته دل آرزو میکنم آگاهی بده و مسائل مهمتر که بتونن درگیرش باشن. و در پایان صحبتهاش خطاب به دادستان میگه: اگر من شکایتی کنم جوابی نمیگیرم، ولی این عکس ها و دروغ پردازی ها تشویش اذهان عمومیه. مگه ما جزو عموم مردم نیستیم که کسی توجه نمی کنه؟ نکته بعدی رو میخوام به دادستان محترم کشور مستقیما بگم، چون من اگه هر جا برم شکایت بکنم میدونم که هیچ اثری نداره، پیش از این هم نداشته. اما شما آیا فکر نمی کنید این دروغ پردازی ها تشویش اذهان عمومی حساب میشن؟ یا ما جزء عموم نیستیم؟ حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که چرا فریبرز انقدر این موضوع رو جدی گرفته و این عکس‌ها نسبت به عکس‌های بقیه سلبریتی‌ها در هفته گذشته خیلی هم جنجالی نیست؟ پس چرا انقدر برای فریبرز مهم شده؟ البته شاید بشه تمایلش به دیده شدن حتی به قیمت یک حاشیه کوچیک رو هم دخیل بدونیم. و نهایتاً در پایان صحبتهاش به طرفداراش افتخار میکنه و قضاوت این جریان رو به زمان میسپره. فریبرز عربنیا هر چند سال یک بار یک جنجالی به پا میکنه که بتونه بالای لیست سلبریتی ها باقی بمونه، و سال 90 که صحبت های جنجالی در برنامه 7 داشت، و یا در سال 91 به دلیل اختلاف با ابراهیم حاتمی کیا سکانس آخر فیلم چه رو بازی نکرد، تا به امروز جنجال تازه‌ای نداشته و دیگه الان وقتش بود که یک حرکتی بزنه. نظر شما در مورد این اتفاق چیه؟ به نظرتون این موضوع انقدر بزرگ هست که لازم باشه فریبرز عربنیا نسبت به اون واکنش بده؟ لطفاً نظرتون رو برای ما کامنت کنید.